با سلام، خوش آمدین با خبرهای امروزی چینل پرستو تیوی. با خبرهای امروزی ما را همراهی کنید. از زد و بند کمیسیون با شرکت درملو با خبر شوید. تشویش امرالله صالح. فساد گسترده در وزارت معارف، تبدیلی در بدل پول. دکتری در پاکستان 1000 کودک را به ایدز مبتلا کرد. رسوایی جنسی نماینده ارشد کنگره آمریکا فاش شد. از زد و بند کمیسیون با شرکت درملو با خبر شوید. درملو یک شرکت ساده سخت افزاری در هامبورگ آلمان است و هرگز از جانب مجامع بین المللی با عنوان یک شرکت معتبر جهانی شناخته نشده، اما اکنون درباره سرنوشت انتخابات افغانستان تصمیم می گیرد. جالبتر اینجاست که دستگاه های بایومتریک خریدار شده از این شرکت هم و جز چند نمونه اولیه آن بقیه درجه 3 هست که در چین تولید می شه. حالا هم سرنوشت انتخابات افغانستان با دست این شرکت است و این شرکت تا کنون به بیشتر تعهداتش عمل نکرده و کمیسیون انتخابات هم نمیتونه از این شرکت شکایت کنه، زیرا کمیسیون انتخابات در درجه اول باید جوابگوی 13 میلیون دلاری باشه که بنا به نرم افزار انتخاباتی افغانستان به جیب بعضی ها رفته است. از قرار معلوم تا این شرکت تمامی 25 میلیون دلار را در ازای یک نرم افزار 5000 دلاری از کمیسیون انتخابات نگیره و پردازش آرای دقیق انتخاباتی افغانستان نمیپردازه. تشویش امرالله صالح. صبح امروز دوشنبه امرالله صالح با رئیس امنیت ملی زنگ زده و پرسیده که متن صورت دعوای عبدالحمید خراسانی با وسیله چه کسانی در اختیار گزارشنامه افغانستان قرار گرفته. او در واقع قابلیت و ظرفیت اداره امنیت ملی را تلویحاً زیر سوال برده و از رئیس امنیت تقاضا کرده که این مسئله را پیگیری کند. فساد گسترده در وزارت معارف، تبدیلی در بدل پول. شماری از آموزگاران مکاتب در کابل میگویند که مسئولان وزارت معارف در بدل تبدیلی از آنها پول میخواهند. آنان میگویند که از مدتی تلاش دارند خودشان را به مکاتب دیگر تبدیل کنند، اما کار تبدیلیشان با تأخیر مواجه شده. این آموزگاران میافزایند برای تبدیلی کمیشنکاران حدود 50 تا 100 هزار افغانی و مسئولان زیر ربط رشوه میدهند، اما مسئولان معارف کابل تبدیلی آموزگاران را در بدل رشوه رد میکنند و میگویند که این روند 1.5 ماه پیش شروع شده و توسط یک کمیسیون ویژه با معیارهای مشخص پیش برده می شود. اما این مشکلات را آموزگاران کابل تنها ندارند، چنین مشکلات در ولایات دیگر کشور هم وجود دارد. غیبت وکلا در نشست‌های رسمی. ده‌ها قانون در انتظار تصویب است. نشست مجلس نمایندگان به دنبال نشر فهرست نمایندگان غیرحاضر در رسانه‌ها و تنش و اختلافات میان برخی از نمایندگان و رئیس دبیرخانه مجلس نمایندگان بی‌نتیجه پایان یافت. این در حالی است که خبر مجلس نمایندگان بعد از آغاز اجلاس دوم دوره جدید تقنینی که نزدیک به 2 ماه از شروعش می‌گذرد، باز هم با چالش عمده غیبت نمایندگان روبرو شده است. پیشتر بنیاد فیفا با عنوان ناظر بر اعمال شورای ملی در آخرین گزارشش گفته بود که در 6 ماه گذشته تنها در 5 نشست نصاب مجلس تکمیل بوده است. این موضوع از دید برخی از اعضای مجلس هم فاجعه آمیز است، چون مجلس نتوانسته است در غیاب نمایندگان قانونگذاری که مهمترین وظیفه این قوه بر اساس قانون است را با خوبی پیش ببرد. دکتری در پاکستان 1000 کودک را به ایدز مبتلا کرد. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که کودکان شهر رتودیرو در ایالت سند ابتدا دچار تب بیدرمانی شدند و والدینشان بعداً متوجه شدند که دکتر همه آنها را برایشان از یک پیچکاری استفاده کرده است. آمار رسمی نشان می‌دهد که 1100 نفر به این بیماری مبتلا شده که 1000 تنشان کودکان زیر 12 سال هستند. در همین حال پلیس مظفر گانگرو،
دکتری که از یک پیچکاری برای این اطفال استفاده کرده را با اتهام قتل غیر عمد و آسیب رسانی غیر عامدانه دستگیر کرده است. اما در نهایت او محکوم نشد و اکنون در یک شفاخانه دولتی در حومه شهر رتودی را مشغول کار است. و خبر آخری که رسوایی جنسی نماینده ارشد کنگره آمریکا فاش شد. با شدت گرفتن جنجال‌ها درباره تصاویر غیر اخلاقی یک عضو کنگره آمریکا و همراه یکی از اعضای دفتر کارش و انتشار خبرها درباره رسوایی جنسی او، این قانونگذار آمریکایی بالاجبار تن به استعفا داد. با نوشته روی ترس، کتی هیل در آستانه یک سالگی عضویتش در مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد که از منصب خود استعفا می‌دهد. در روزهای گذشته جنجال‌های بسیاری در زمینه رابطه جنسی کتی هیل و یکی از کارمندان دفترش مطرح و تصاویر غیر اخلاقیش هم در رسانه‌ها منتشر شد. هیل ضمن عذرخواهی از حوزه انتخاباتی خود بابت رفتارش اذعان کرد، زمانی که برای کارزار انتخاباتی تلاش می‌کرد رابطه این نادرست با کارمند دفترش داشته، اما برقراری رابطه جنسی در دفتر کار را تکذیب کرد. وی شوهرش را به دست داشتن در انتشار تصاویر خصوصیش متهم کرد. بیننده های عزیز، سپاس از اینکه خبرهای امروزی چینل پرستو تیوی را تماشا کردین. وقت شما خوش باشه. خدا نگهدار.